درود بر شما، ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: همزمان با دستورالعمل ارتش اسرائیل برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی، روزنامه زیر نظر علی خامنه‌ای تاکید کرد تا موضوع داغ است اسرائیل را بزنیم. گسترده ترین درگیری میان سپاه پاسداران و جیش العدل در سیستان و بلوچستان. 4 شهر عمده این استان در صحنه درگیری های مرگبار بوده. قطعنامه با 24 رأی موافق، 15 رأی ممتنع و 8 رأی مخالف تصویب شد. 55 نشست دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و هیئت حقیقت‌یاب تمدید شد. تجمع مالباختگان رضایت خودرو مقابل فرمانداری تاکستان، شرکت غفاری مالک رضایت خودرو به اختلاس 30,000 میلیارد تومانی متهم است. در ادامه همین برنامه: افزایش فشارهای امنیتی بر معلمان و فرهنگیان، 3 معلم خوزستانی به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند، 1 فعال صنفی معلمان در بندرانزلی از کار اخراج شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، پس از حمله اسرائیل به جلسه فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه و کشته شدن چند فرمانده ارشد سپاه، دولت و مقام‌های نظامی اسرائیل دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای حفاظت از شهروندان این کشور در برابر واکنش نظامی و احتمالی جمهوری اسلامی در نظر گرفتند. بر این اساس دستورالعمل‌های لازم به مردم اسرائیل اعلام خواهد شد. همزمان برخی شهرداری‌های مرکز اسرائیل اعلام کردند پناهگاه‌ها و پارکینگ‌های زیرزمینی را به منظور اقامت طولانی مدت شهروندان آماده می‌کنند. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد دستورالعمل‌های پیشین فرماندهی پشت جبهه به قوت خود باقی است. همچنین به گفته دانیل هاگاری، فعلا نیازی به خرید ژنراتور، ذخیره مواد غذایی یا برداشت پول نقد نیست. وزارت آموزش و پرورش اسرائیل هم امروز به مؤسسات آموزشی شبانه روزی دستور داده دانش آموزان را برای تعطیلات به خانه بفرستند. به دنبال افزایش تهدیدها علیه اسرائیل و احتمال پاسخ تلافی جویانه جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل در حالت آماده باش قرار گرفت. به گفته مقامات ارتش اسرائیل، با افزایش تهدیدها از سوی جمهوری اسلامی، اقدامات دفاعی در این کشور افزایش پیدا کرده و با لغو مرخصی سربازان، همچنین تقویت پدافند هوایی، نیروهای ذخیره ارتش نیز به خدمت فراخوانده شدند. همزمان روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در سرمقاله امروز خود از قطعی بودن پاسخ ایران به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق نوشته و تاکید کرده باید تا موضوع داغ است اسرائیل را بزنیم. نویسنده یادداشت از آماده باش اسرائیل گفته و خواستار آن شده که ایران به شکل غافلگیر کننده‌ای به مواضع اسرائیل حمله کند. کیهان همچنین بالا رفتن نرخ ارز را به اقدامات اسرائیل نسبت داده و مدعی شد مسئولان باید به خباثت اقتصادی رسیدگی کنند. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه ماست. بابک، واکنش‌ها و تحولات در داخل اسرائیل بعد از تهدیدات جمهوری اسلامی تا الان چطور بوده؟ در حال حاضر همه رسانه‌های اسرائیل به طور مستقیم آنچه را که امکان داره که جمهوری اسلامی ایران به عنوان انتقام در عملیاتی از اسرائیل بگیره متمرکز شدن. یوآف گالانت با آنکه گفته است که اسرائیل آمادگی کامل برای مقابله با همه دشمنان را داره، امروز قرار هستش که تشکیل جلسه بده وزارت دفاع اسرائیل و در این رابطه به بحث بپردازه. یک منبع بلند پایه و رسمی ایرانی به رویترز گفته که تهران مجبور هستش که برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی از سوی اسرائیل یا تشدید اونها واکنش تندی به ترور در دمشق نشون بده، اما سطح اقدام تلافی جویانه به گفته این مقام ایرانی محدود و با هدف جلوگیری و بازدارندگی خواهد بود. اما در پی تهدیدات جمهوری اسلامی و پس از کشته شدن محمد رضا زاهدی،
نگرانی به مردم اسرائیل هم رسیده و با آنکه هیچ گونه در حال حاضر دستورالعملی از جبهه فرماندهی پشت جبهه نرسیده، اما امروز مردم به سوی سوپرمارکت ها رفتن و آب و مواد غذایی، کنسرو و همچنین ژنراتورهای برق تهیه کردند و به خانه های خودشون آوردن. بسیاری از شهروندان مرکز اسرائیل پناهگاه های خانه های خودشون را باز کردند و آماده کردند. در پی این نگرانی ها بود که فرماندهی پشت جبهه در بیانیه اعلام کرد که امشب قرار هستش که در همین رابطه اعلامیه‌ای برای شهروندان بیرون بده. همانطوری که گفتی شهرداری ها هم بیکار ننشستند و اونها هم در اعلامیه هایی گفتند که پناهگاه های عمومی را باز خواهند کرد و مطابق دستور فرماندهی پشت جبهه عمل خواهند کرد. اما سخنگوی ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که این نگرانی ها زودرس هستش و دلیلی بر اون وجود نداره. او گفتش که به بنا به دستور فرماندهی پشت جبهه هنوز همان دستورات قبلی بر قوت خود باقی هستش. این به این معنا هستش که لازم نیستش که مردم به هجوم به سوپرمارکت ها هجوم بیارن، آب بخرن، مواد غذایی بخرن، ژنراتور بخرن و در حال حاضر اونها می توانند که خیلی معمولی رفتار بکنند. او افزود تهدید دشمن را ما جدی می گیریم. نیروهای ارتش اسرائیل در تمامی مرزها به خوبی مستقر هستند، برای هر سناریویی آماده. باید تاکید کرد که هیچ تغییری در دستورات وجود نداره. تنها توصیه این هستش که هوشیار باشین. او در پایان افزود که هواپیماهای اسرائیل در آسمان هستند و برای همه سناریوها آماده. متشکرم از توضیحات و همراهی شما. همکارم بابک اسحاقی که از تل‌آویو با ما بودی. در همین ارتباط مهدی مهدوی، آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید بنبستی که امروز جمهوری اسلامی در آن قرار دارد نتیجه اشتباهات راهبردی چند دهه گذشته است و حکومت نه قادر است با اسرائیل وارد جنگ شود، نه میتواند حملات اسرائیل را بی پاسخ بگذارد. ببینید شاید خیلی پیچیده است. یعنی شما در مثلا دو روز اخیر دو تا اظهار نظر از تهران و همچنین گردان‌های عزت‌الدین قسام میشنوید که هولناکه. یعنی گردان‌های عزت‌الدین قسام توی بیانیه‌اش خیلی روشن میگن که به آقای موسوی، کسی که کشته شد، در طراحی و اجرای عملیات الاقصی زاهدی نقش داشته. و بعدم بیانیه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب رو دارید که توش خیلی روشن میگه که محمد رضا میگه آقای زاهدی نقشی روشن و راهبردی در طراحی و اجرای عملیات طوفان الاقصی داشته. خاطرتون هست که کسی سخنگوی سپاه هم قبلا گفته بود که همین عملیات طوفان الاقصی در واقع انتقام جمهوری اسلامی ایران بابت قاسم سلیمانی بود که بعدا همه بر تکذیب کردن و رد کردن. و خاطرتون هست که رهبری جمهوری اسلامی علی خامنه ای به صراحت گفته بود که ایران نه اطلاع داشته و نقشی داشته. ببینید این بنبستی که الان حکومت گرفتار شده نتیجه اشتباهات راهبردی چند دهه گذشته است. نه میتونه بزنه، نه میتونه فراموش کنه، نه میتونه مخاطبانش رو، طرفدارانش رو قانع کنه، نه میتونه مخالفانش رو ساکت بکنه. هیچ هدف راهبردی وجود نداره، هیچ ابزار راهبردی وجود نداره. حکومت هم چند شقه است. از یک طرف کیهان، جریان‌های تندرویی که توسط خود حکومت بالا اومدن و در بهترین شرایط انتخابات اخیر نشون داد کمتر از 8% آرای مردم دارن. در بهترین این همه حکومت بسیج بشه نمیتونه بیشتر از 8% آرا رو بگیره. اینا میگن برو حمله کن، برو شلیک بکن. و از اون طرف بخش بزرگی از همین حکومت و خب همه مخالفان میگن واسه چی میخوای حمله کنی، با کی میخوای بجنگی، برای چی میخوای بجنگی. من فکر میکنم حکومت دوباره مثل همیشه داره تئاتر بازی میکنه. اون چیزی که شما از درون حکومت دارید بیشتر شبیه تئاتر هست. در عین حال به موازات این تئاتر مثل ماجرای قاسم سلیمانی، من فکر میکنم بخش اطلاعاتی حکومت دنبال این هستن که دو نفر رو بکشن، اگه شد یه جایی بمب بتره کنن. به هر حال دوست دارن که یک زهری به یه جایی بزنن. اما جو بایدن قرار است امروز با بنیامین نتانیاهو به صورت تلفنی گفتگو داشته باشد. کاخ سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا مراتب سرخوردگی و خشم این کشور از کشته شدن 7 امدادگر آشپزخانه مرکزی جهانی در پی حمله اسرائیل را ابراز خواهد کرد. خوزه لوئیس آندرس، رئیس آشپزخانه جهانی، کشته شدن امدادرسانان این سازمان توسط اسرائیل را هدفمند دانسته، اما نخست وزیر اسرائیل میگوید این حمله به اشتباه انجام گرفته و تحقیقات درباره آن صورت خواهد گرفت. به آمریکا میریم. امروز میشیم با همکارم آرش علایی برای اینکه به ما بگه آرش که مطبوعات در آمریکا درباره گفتگوی تلفنی که بایدن و نتانیاهو دارن چی میگن.
ببین در 24 ساعت گذشته که از زمانی که خوزه لوئیس اندرس رئیس سازمان آشپزخانه جهانی شروع کرد انتقاد کردن از بنیامین نتانیاهو و برنامه‌های مختلف تلویزیونی ظاهر شد، پشت سر هم مطبوعات جریان اصلی این داستان کشته شدن امدادگران در حالی که داشتن مواد غذایی می بردن به غزه، راجب اینکه ماشیناشون از بالا روش نشانه گذاری شده بوده، اینکه این پهپادها چگونه میتونستن دید داشته باشن اون نشانه ها رو ببینن، چگونه حمله کردن، چه بمبی استفاده کردن، پشت سر هم راجب این مسئله صحبت میکند و خشم در امریکا افزایش پیدا کرده است. انتظار میرفت که جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در واکنش بخواهد با آقای نتانیاهو صحبت بکنند و مشاورین کاخ سفید بعد از اینکه این اتفاق افتاد گفتند که رئیس جمهوری آمریکا برای مکالمه تلفنی برنامه ریزی کرده است. با این حال به نظر نمی آید که این جلسه که آقای بایدن با نتانیاهو قرار است داشته باشد چیزی بیشتر از مراتب خشم و سرخوردگی دولت آمریکا را بخواهد عنوان کند. در همین هفته دیدیم که البته درست قبل از اینکه بخواهد این حمله به امدادگران انجام بگیرد، وزارت خارجه آمریکا مجوز فروش 2000 بمب جدید به اسرائیل رو صادر کرده بود. هنوز این بمب‌ها تحویل داده نشده، ولی همین باعث خشم شده از سر آمریکا که چگونه است که بایدن از یک جهت میگوید که خشمگین است و از اسرائیل میخواهد که آتش بس برقرار کند و به وضعیت غیر نظامیان در اسرائیل و در غزه رسیدگی کند، و از طرف دیگر هیچ کدوم از سیاست‌های خودش رو تغییر نمیدهد. به قول آمریکایی‌ها بیزنس از یوزوال هست و همون جوری دارن همون سلاح‌هایی که قبلا میفرستادن رو با همون مجوزهایی که قبلا میفرستادن تایید میکنن. بن رودز رئیس دفتر پرزیدنت اوباما که با آقای بایدن هم موقعی که معاون رئیس جمهوری بود یک جا کار کرده است، روی شبکه اکس گفته است که بنیامین نتانیاهو تا وقتی که دولت آمریکا حاضر نشود به طور عملی کاری انجام بدهد به این ابراز خشم و نگرانی و ترس واکنشی نشون نخواهد داد. اما بعضی از کارشناسان مثل خبرنگار اسرائیلی شبکه اکسیوس باراک راویت میگویند در دوره اوباما هم همین اتفاق افتاد. در سال 2014 یک انتفاضه دیگر بود، اسرائیل برای 51 روز حمله کرد به غزه و همون موقع هم دولت اوباما هم هیچ کار دیگه جز همین کاری که دولت بایدن میکند انجام نداد. با این حال الان در حزب دموکرات شکاف ها دارد عمیق‌تر میشود بین دموکرات ها بر سر اینکه چگونه از اسرائیل حمایت کنند. انتقاد ها از اسرائیل بیشتر میشود. سناتور الیزابت وارن، من امروز دیدم از ایالت ماساچوست در برنامه های مختلف سی ان ان شرکت کرد و راجع به اینکه بخوان آتش بس برقرار کنند صحبت کرد و برای همین فعلا این داستان به نظر میاد ادامه دارد. متشکرم از توضیحات شما همکارم آرش علایی مقابل کنگره آمریکا. اما جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از پایان درگیری مسلحانه جیش العدل و سپاه پاسداران همچنین آزادی گروگان‌ها خبر داد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در نتیجه این درگیری‌ها که ساعت‌ها به طول انجامید، دو مأمور فراجا، دو مأمور مرزبانی و 7 نیروی سپاه کشته شدند. جیش العدل در اطلاعیه شب گذشته خود از حمله به 6 محله در شهرستان سرباز، چابهار و راسک خبر داده بود. درگیری مسلحانه بین نیروهای جیش العدل و سپاه پاسداران که از چابهار، راسک، سرباز و ایران شهر شروع شد ساعت‌ها ادامه داشت. نیروهای جیش العدل در چابهار به مقر دریابانی فراجا، مرکز آگاهی و کلانتری 11 حمله کردند. در راسک هم درگیری‌ها در مرکز و پایگاه محلی سپاه پاسداران بوده. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از کشته شدن تمام عوامل جیش العدل خبر دادند، اما بر طبق گزارش‌های رسیده از منابع محلی برخی عوامل جیش العدل از منطقه درگیری گریختند. مهدی نخرمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میگوید درباره ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر کشته شدن همه نیروهای جیش العدل تردید وجود دارد.
اما آنچه که جمهوری اسلامی مدعی هست در رابطه با این که توانسته است تمام در واقع اعضای جیش الحد رو که در این عملیات حضور داشتند رو بکشد، یک مقداری محل تردید هست، به همون نسبتی که عددی که جیش الحد در رابطه با کشته شدن 200 نفر از پرسنل انتظامی یا سپاه پاسداران منتشر کرده. به این دلیلی که این حمله بسیار برنامه‌ریزی شده و در واقع احتمالاً در یک مدت زمان زیادی در واقع این برنامه‌ریزی انجام شده و بعید هست برای سه شهر یا سه منطقه مجزایی که قرار بوده حملات سنگین انجام بشه، بر اساس گفته خود رسانه‌های محلی فقط 18 نفر در این عملیات شرکت کرده باشند. اما از منظر دیگه آقای معاون امنیتی وزارت کشور صحبت از این کرده که دو مهاجر غیر ایرانی که پشتیبانی عملیاتی برای ورود و اجرای این عملیات انجام دادن، اونها رو شناسایی و دستگیر کردن. اطلاعات در واقع بیشتر منتشر نشده، اما خب در افکار عمومی این سوال هست که با توجه به انتقاداتی که در چند سال گذشته مطرح بوده، خصوصا در یک سال گذشته در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی هیچ سیاستی برای ورود در واقع مهاجرین نداشته، چقدر این مسئله میتواند در آینده باز هم مشکل ساز باشد. اما در 55مین نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا، ایسلند، مولداوی و مقدونیه شمالی برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران تصویب شد. بر این اساس، مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، همچنین مأموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی کشتار و سرکوب معترضان خیزش زن زندگی آزادی تمدید شد. برای هفته ها اینجا شاهد همصدایی و همبستگی فعالان و گروه های حقوق بشری ایرانی بودیم که از شورای حقوق بشر اینجا میخواستن که مأموریت گزارشگر ویژه و همینطور هیئت حقیقت‌یاب رو تمدید کنن، چرا که اونها باور دارن این دو مکانیزم کلیدی است برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقض فاحش حقوق بشر. برای همین حالا که به شکلی قاطع اینجا روز پنجشنبه و با رأی 24 عضو از 47 عضو شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای تصویب شده که درش درخواست شده مأموریت هر دو تمدید بشه، اونها حتما بسیار خوشحالن. به این ترتیب برای یک سال دیگه شاهد این خواهیم بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به فعالیت خودش برای بررسی و نظارت امور جاری حقوق بشری، اهم از مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، ادامه بده و رصد کنه که ببینه آیا جمهوری اسلامی به توصیه‌های گزارشگر گوش میده یا خیر. و تاکید کنم اینجا مأموریت گزارشگر رو فعالان حقوق بشری بسیار مهم میدونن. بقیه اونها میتونه جامعه جهانی رو آگاه کنه از وضعیت حقوق بشر در ایران و اونها رو دعوت کنه به اقدام. علاوه با تصویب قطعنامه، تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب هم میسر شده که تا یک سال دیگه این سه کارشناس مستقل و بین المللی فرصت داشته باشند شواهد انبوه نقض حقوق بشر رو در ایران از شهریور سال 1401 و طی کشته شدن ژینا امینی و پس از اون طی جنبش ژینا گردآوری کنند و راستی آزمایی. فعالان حقوق بشری هم همواره این مکانیزم رو از زمان شکل گیریش اینجا از پاییز سال 1401 و در بحبوحه جنبش زن زندگی آزادی قدمی چشمگیر به حساب آوردن در پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، چرا که این مستندسازی که اونها انجام میدن این ظرفیت رو داره که آمران و عاملان نقض حقوق بشر رو به دادگاه ها بکشونه. در قطعنامه همچنین خواسته شده که این دو مکانیزم با همدیگه همکاریشون رو افزایش بدن و به علاوه جمهوری اسلامی با این دو مکانیزم همکاری کنه و نهایتاً هم دبیر کل سازمان ملل متحد تا میتونه از این دو مکانیزم حمایت کنه. حالا انتظار داریم در پایان همین سال جاری خورشیدی هر دو گزارشی جدید رو منتشر کنن. در روزهای آخر سال گذشته هیئت حقیقت‌یاب گزارش مستند و 500 صفحه‌ای منتشر کرده بود که تاکید کرده بود نقض حقوق بشر طی جنبش زن زندگی آزادی در مواردی بسیار میتونه جنایت علیه بشریت محسوب بشه و همون زمان گزارشگر ویژه هم در گزارشش تاکید کرده بود معافیت جمهوری اسلامی از مجازات تبدیل شده به یک فرهنگ و سنت و جامعه جهانی باید جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه، نه فقط در قبال کشته شدن ژینا مهسا امینی و اتفاقهای پس از اون، که باید جمهوری اسلامی جوابگو باشه در قبال نقض حقوق بشر
در رابطه با رویدادهای نمادین چهار دهه گذشته. بیشتر به این موضوع می‌پردازیم همراه با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعال حقوق زنان که از لندن با ما هستن. ارزیابی شما رو بشنویم درباره تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب. بله، واقعا این یک پیروزی بزرگه که من به همه تبریک میگم و بالاخص تبریک میگم به جان به در بردگان و خانواده های جان باختگان که علارغم تمام تهدیدهای رژیم شهادت خودشون رو در اختیار این کمیته قرار دادن، کمیته حقیقت یاب، و در این حال این رو میسر کردن که چنین گزارشاتی منتشر بشه که بتونن دوباره این ماموریت رو تمدید بکنن. تأثیر بسیار زیادی داره این گزارش، به خاطر داریم که سال قبل جمهوری اسلامی تلاش وسیعی کرد که این کمیته اصلا شکل نگیره و امسال دیدیم که دوباره تمدید شد ماموریتش. این نشون میده که در واقع کما این که اخبار اعتراضات ایران و سرکوب‌های جمهوری اسلامی مثل قبل شاید سرتیتر اخبار میدیای غربی نیست، رسانه‌های غربی نیست، اما دولت‌ها هنوز این حساسیت رو دارن و همین رأی بالایی که به هر دو مأموریت داده شده به نظر من نشون دهنده این هستش که امکان و پتانسیل اینکه فشار بیشتری به جمهوری اسلامی بیاد خیلی زیاده. بیشتر درباره همین پیامدهای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب برای جمهوری اسلامی به ما بگید. خب ببینین، به نظر من چه از لحاظ داخل ایران و خارج از ایران پیامدهای زیادی داره. در داخل ایران اولا که دوباره جامعه در بردگان و خانواده ها میدونن که صداشون شنیده میشه، میدونن رنج هاشون در واقع ثبت میشه و یک قدم بزرگی به طرف دادخواهی هستش و از طرف جمهوری اسلامی میدونه جنایت هایی که انجام میده نادیده گرفته نمیشه، بلکه تمام اینها مورد رسیدگی قرار گرفته میشه. در خارج از ایران به نظر من دست مخصوصا ما فعالین رو بسیار باز میذاره برای اینکه این دولت ها رو مجبور بکنیم که فشارهای عملی و مؤثر بیارن، برای مثال گذاشتن سپاه پاسداران بر لیست تروریستی که در واقع نیروی همام این سرکوب‌ها در این گزارش‌ها بوده، در این حال دستگیری عاملین و آمرین این جنایت‌ها، چون کسانی که شهادت دادن در واقع شناسایی کردن بسیاری از این کسانی رو که این سرکوب‌ها رو انجام دادن، و بایکوت جهانی جمهوری اسلامی در اشکال مختلف. به همین دلیل این کمک می‌کنه. بخش زیادی از این گزارش به مسئله زنان ربط داره و این کمک میکنه دست ما رو باز بذاره برای اینکه فشار بیاریم در سطح جهانی آپارتاید جنسی رو تحت قوانین بین‌المللی جزو جنایت علیه بشریت بدونن. تمام اینها کمک میکنه که فشار بیاد به جمهوری اسلامی در رابطه با زندانیان سیاسی و بدونه که هر جنایتی که میکنه این پوشیده نخواهد موند، و به نظر من واقعا قدم مهمی در راه دادخواهی هستش. در این حال میخوام بگم گزارش جاوید رحمان که ماموریت 6 سالش ماه جوان تموم میشه بسیار مهمه، چون ایشون دارن تحقیق در رابطه با اعدام‌ها و شکنجه‌های سال 60 در زندان مخصوصا افراد زیر 18 سال میکنن. پیامد دیگه این مسئله این هستش که این رسیدگی جنایات به دهه‌های قبل از قتل ژینا مهسا امینی هم کشیده خواهد شد و ما امیدواریم بتونیم با ارائه اسناد بیشتری هرچه بیشتر این نشریات رو به اصطلاح این گزارشات رو غنی‌تر کنیم که از لحاظ جهانی به جمهوری اسلامی فشار بیشتری بیاد. متشکرم از همراهی شما شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعال حقوق زنان لندن. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین امروز. همزمان با دستورالعمل ارتش اسرائیل برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی، روزنامه زیر نظر علی خامنه‌ای تاکید کرد تا موضوع داغ است اسرائیل را بزنیم. گسترده‌ترین درگیری میان سپاه پاسداران و جیش العدل در سیستان و بلوچستان. 4 شهر عمده این استان صحنه درگیری‌های مرگبار بود. بر
اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین امروز برای چندمین بار مقابل فرمانداری شهرستان تاکستان تجمع کردند. این شرکت با پیش فروش خودرو و با جذب میلیاردها تومان سرمایه، اختلاسی 30,000 میلیارد تومانی رقم زده. ده ها مالباخته مقابل شرکت غفاری مالک رضایت خودرو تجمع کرده و خواستار بازگشت پولهای خود شدند. امروز 16/1/403 تجمع سرمایه گذاران طراوت نوین جلوی شرکت و سردخونه غفاری. جمعیت خوبی اومدن ولی هیچ کس نیست جوابگو باشه. همکارم لیلا سعادتی اینجا همراه ما برای اینکه بیشتر بپردازیم به این تجمع شرکت مالباختگان رضایت خودرو که چندمین بارم هست داره اتفاق میفته. آره رهیانه، یعنی برای سال جدید اولین تجمعشون هست ولی سال گذشته بارها و بارها مقابل دادگستری قضایی، مقابل همین فرمانداری تاکستان، مقابل قوه قضاییه، ساختمان قوه قضاییه در تهران، مقابل خود شرکت غفاری تجمع کردن. صدها نفر در این تجمع حضور داشتن. می‌دونیم که در واقع محمد رضا غفاری مالک این شرکت خودرو است که از سال 90 دو فعالیت میکرده و از هزاران نفر پول گرفته که خود رو بهشون بده، فقط به یه چند نفر داده تو اون سال، بقیه رو کلاهبرداری کرده. یکی از در واقع بزرگترین پرونده کلاهبرداری در واقع در جمهوری اسلامی است در سالهای اخیر، هم توی شهرستان کوچی دقیقاً در همون جا و همچنین که اصلا قوه قضاییه با توجه به اینکه حالا سال گذشته شهریور ماه هم محمد رضا قفایی رو بازداشت کرده، خانومش رو بازداشت کرده، همسرش رو، برادر همسرش هم بازداشت کرده، اینا تو بازداشت هستن و تعدادی از اموال و خودروها، ماشین آمبولانس داشته در واقع این آقای غفاری، خودروهای سنگین داشته، چند تا در واقع ملک داشته، همه رو توقیف کرده قوه قضاییه ولی اصلا مشخص نیست. تا هم یک سال داره میشه دیگه در واقع که از بازداشت غفاری گذشته، این اموالی که توقیف شده چون قوه قضاییه تحویل در واقع این پول تبدیل به پول نمیکنه که تحویل در واقع به این مال باختگان بده. البته که مال باختگان میگه ما مثلا چند سال پیش این پولو دادیم به محمد غفاری خودرو بگیریم، الان با همون پول هم در واقع یه پراید کوچولو هم نمیشه باش خرید، یعنی ارزش پول اومده پایین. ولی موضوع این هستش که خود مالباختگان میگن که چون به سپاه پاسداران نزدیک از این شرکت و تعدادی از سهامداران اون شرکت هم از اعضای سپاه بودن، به خاطر این قضیه هیچ وقت پروندهشون به نتیجه نرسیده و همین در یک سال اخیر مورد توهین و خشونت هم قرار گرفتن و خود در واقع قوه قضاییه هم قبلا اعلام کرده بودش که اصلا ده ها نفر از این مالباختگان براشون تعقیب قضایی صادر شده و براشون به عنوان اینکه اخلال در نظم عمومی براشون پرونده صادر شده، نه پولشون میدن و تکلیفشون روشن میکنن، براشون پرونده سازی هم میکنن. متشکرم، ممنونم از توضیحاتت و حضورت اینجا در استودیو همکارم لیلا سعادتی. اما سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد آمار افراد اعدام شده در ایران در سال 2023 میلادی به شدت افزایش داشته. بر اساس این گزارش در 8 سال اخیر 853 نفر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر و اعتراضات مردمی در ایران اعدام شدند. حداقل 481 مورد از این اعدام ها در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده. به گزارش عفو بین‌الملل روند افزایش آمار اعدام در سال 2024 میلادی افزایش داشته و حداقل 95 نفر در سه ماه اول سال در ایران اعدام شدند. طبق این گزارش تعداد اعدام‌ها در سال 2023 میلادی بالاترین میزان ثبت شده از سال 2015 است. این رقم از دو سال پیش 48% و از سه سال قبل یعنی از سال 2021 172% افزایش نشان می‌دهد. طبق همین گزارش از سال 2023 و در جریان خیزش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی از اعدام برای القای ترس و سرکوب معترضان استفاده کرده. عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد در سال گذشته میلادی جمهوری اسلامی در موج جدیدی از اعدام معترضان و فعالان رسانه‌های اجتماعی را با اتهاماتی مثل توهین به نبی، ارتداد و محاربه یا افساد فی‌الارض مورد هدف قرار داده. سازمان عفو بین‌الملل تاکید می‌کند این آمارها تنها شامل ارقام ثبت شده توسط این سازمان است و آمار واقعی از این تعداد بیشتر می‌باشد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، می‌گوید افزایش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از سوی مقامات جمهوری اسلامی عمیق‌ترین تأثیر را بر محروم‌ترین قشر جامعه داشته.
سال گذشته سال وحشتناکیه، با اعدام دست کم 853 نفر در تمام استانهای ایران منهای چهارمحال و بختیاری. مقامات جمهوری اسلامی ایران از یک طرف دور تازه‌ای از جنگ مرگبار با مواد مخدر اونطور که خودشون اینو نامیدن شروع کردن که عمیق‌ترین تأثیر رو بر محرومترین و فقیرترین اقشار جامعه گذاشته. 481 نفر به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدن، جرایمی که هیچگاه نباید مشمول مجازات اعدام بشن و عموماً ریشه در فقر و ناعدالتی‌های اقتصادی دارن. بزرگترین قربانیان این اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر اقلیت ستم‌دیده بلوچ هستند که 29% از کل اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر رو تشکیل میدن، در حالی که فقط 5% از جمعیت ایران هستند. از جمله یاد بکنم، از جوان‌هایی که فقط 19 یا 20 سال سن داشتن به خاطر جرم مواد مخدر دستگیر شدن و در سن 27 سالگی 28 سالگی اعدام شدن و همه اونها بلوچ بودن. به علاوه ما در این گزارش یاد کردیم از دو کاربر شبکه اجتماعی صدرالله فاضلی زاره و یوسف مهرداد که بهار سال گذشته فقط به خاطر پست‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان ارتداد، اتهام‌های ارتداد و سب و نبی اعدام شدن و مجدداً صدور مجازات اعدام برای اعمالی که در چارچوب حق و آزادی بیان و عقیده و مذهب قرار می‌گیره، فاجعه استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب هر گونه نظر مخالف از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران رو نشون میده. به علاوه از احمد نکوی یاد می‌کنم که در بهار سال گذشته به خاطر داشتن رابطه جنسی رضایتمندانه در خارج از چارچوب ازدواج با یک زن متأهل مجدداً اعدام شد و این اعدام ها نشون میده که مقامات جمهوری اسلامی تا چه اندازه بی اعتنا به حق حیات و زندگی هستند. اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نیروهای لباس شخصی و ماموران نیروی انتظامی از ورود دراویش گنابادی به حسینیه امیر سلیمانی در تهران برای عبادت ماه رمضان جلوگیری کردند. بر این اساس نیروهای لباس شخصی با ضرب و جرح دراویش حاضر در محل و با همکاری نیروی انتظامی مانع ورود آنها به حسینیه شدند. در همین رابطه مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش گنابادی، میگوید جمهوری اسلامی یک نظام آپارتاید مذهبی است که طی سالها به طور مداوم تنوعات مذهبی و دینی را سرکوب کرده. معمول کار در طول سالهای حکومت ولایت فقیه بر ایران که یک نظام آپارتاید مذهبی، سرکوب مداوم تنوعهای آینی و مذهبی و دینی در ایرانه و در این وسط درویش ها بهای بسیار بسیار سنگینی رو پرداختند و دلیلش هم بعداً باید مورد بررسی البته قرار بگیره، ولی به هر حال وضعیت اکنون عبارت است از اینه که خبرگزاری رسا، یکی از خبرگزاری هایی که اخبار فرق و ادیان سازمان اطلاعات بسیج رو پوشش میده، نوشته که دراویش در محل حسینیه امیر سلیمانی در ضلع جنوبی پارک شهر که الان بهش میگن خیابان بهشت، اونجا اقدام به بازگشایی این مرکز کرده و اعتراض کردن نسبت به این و نیروهای بسیج رو فرستادن که مانع برگزاری این تجمع به این گرد همایی یا در درون اون حسینیه بشن و نیروهای انتظامی هم اومدن و درگیری ایجاد شده، امری که مکررن ما شاهدش بودیم در طول سال. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از اخراج سکینه ملکی، فعال صنفی معلمان، در بندرانزلی خبر داده. بر مبنای تصویر حکم اخراج سکینه ملکی، این حکم بر اساس دست کم 17 اتهام از جمله شرکت در تجمعات صنفی و پیوستن به اعتصاب‌های معلمان در جریان خیزش مهسا صادر شده. شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان با محکوم کردن احکام قضایی علیه فعالان صنفی تاکید کرد به آمرین و عاملین هشدار می‌دهیم احکام ناعادلانه خشم نهفته معلمان را شعله‌ورتر از هر زمانی خواهد کرد.
رامین سفرنیا وکیل چند تن از معلمان بازداشت شده در شیراز میگوید بیشترین اتهام موکلان او اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بوده و این در حالی است که حضور در تجمعات صنفی در قانون جرم انگاری نشده. رامین سفرنیا در گفتگو با روزنامه هممیهن گفته اصل 27 قانون اساسی بر حق تجمعات مسالمت‌آمیز تاکید دارد و اصل 9 قانون اساسی هم تصریح کرده هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را سلب کند. او میگوید بنابر این دو اصل بازداشت معلمان تخلف محسوب می‌شود. عبدالرزاق امیری معلمی که با اتهامات امنیتی مواجه شده میگوید با پابند الکترونیکی زندگی میکند و از دریافت خدمات درمانی محروم است. او در گفتگو با هم‌میهن افزود با وجود ابتلا به روماتیسم و نیاز به درمان در صورت دور شدن از منزل تا شعاع 1000 متری ماموران اخطار دادند که اگر این اخطار 3 بار تکرار شود حکم او به زندان تبدیل میشود. نعیم دوستا روزنامه نگار و فعال حقوق زنان از مالمو همراه ما هستند. به خبرها پرداختیم. برخی معلمان به دادگاه احضار شدند، برخی با پابند الکترونیک در حال زندگی هستند، اخراج شدند. همه این فشارها بر فرهنگیان در همین اواخر به چه دلیله؟ جنبش صنفی معلمان ایران یک جنبش پرسابقه و استخواندار هست. چهره های بسیار معروفی داره که اغلبشون با این احکام ناعادلانه مواجه بودن. برخی از این چهره ها هنوز در زندان هستن یا تحت در واقع احکام مشابه زندان قرار دارن، مثل مواردی که شما اشاره کردید. و به دلیل گسترش و نفوذی که جنبش فرهنگیان ایران، جنبش صنفیشون داره، در سراسر ایران نماینده داره، در دور افتاده ترین مناطق ایران معلمانی هستن که خودشون رو متعلق میدونن، تونسته بارها تجمعات اعتراضی رو در سطح کل کشور برنامه ریزی و سازماندهی بکنه و خب یک همچین چیزی برای نظام جمهوری اسلامی که اساساً با تجمعات، با انجمنهای صنفی، با هر نوع فعالیت مدنی مسئله داره، خب قابل تحمل نیست. به همین دلیل هست که این معلمان فارغ از اینکه اساساً مطالبهشون صنفی است یا مطالبات دیگر اجتماعی و سیاسی دارن، همواره تحت این سرکوب قرار گرفتن. شکل‌های مختلفی هست. الان من مروری می‌کردم بر وضعیت معلمانی که الان تحت حکم هستن یا فرا خوانده شدن، احضار شدن یا حتی اخراج شدن. اینها اغلبشون فعالیت هایی داشتن، از جمله اینکه در فرضاً اینستاگرام خودشون پست گذاشتن یا اظهار نظری کردن یا در تشکل یابی فعالیت داشتن. اینها نشون دهنده این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی نسبت به این تشکل صنفی بسیار حساس هست و اون رو به شکل های مختلف سرکوب میکنه. بیشتر درباره مطالبات فرهنگیان و معلمان بگیم. اشاره کردید که هم صنفی هست هم اجتماعی و سیاسی. به کدوم بخش از مطالباتشون رو حکومت بیشتر نمیتونه تحمل کنه؟ من فکر میکنم خب مطالبات صنفی که الان در تقریبا تمام اقشار و گروه ها وجود داره، معلمان هم همواره این مطالبات صنفی مسائل معیشتیشون رو مطرح کردن. اما مسئله معلمان ایران خلاصه نمیشه در موضوع معیشت و حالا نابرابری هایی که وجود داره در عادی. مسائل بسیار گسترده است. معلمان صدای اعتراض بودن نسبت به نابرابری‌های آموزشی، نسبت به مفاهیمی که در مدارس آموزش داده میشه، نسبت به سانسوری که در آموزش پرورش وجود داره، در مواد درسی وجود داره و تقریبا فکر می‌کنم نسبت به تمام اون چیزی که داره در جامعه ایران از لحاظ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌گذره حساس بودن و واکنش نشون دادن و این خب دلیل نگرانی حکومت هم هست. متشکرم. نعیم دوستدار روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان مالمو سوئد. اما امروز در پارلمان اروپا همایشی با همکاری حزب ایران نوین برگزار شد با این عنوان: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه یک نهاد دولتی که سازمانی تروریستی است. همکارم مهران عباسیان از پارلمان اروپا گزارش تهیه کرده، ببینید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه نهادی از یک دولت ملت بلکه سازمانی تروریستی است. این عنوان همایشی بود که اینجا در یکی از سالن‌های پارلمان اروپا در شهر بروکسل برگزار شد. خب
همونجوری که از عنوان مشخصه اینجا از اقدامات تروریستی سپاه پاسداران نه در جغرافیای ایران بلکه در سرتاسر دنیا گفتن. خب در بین سخنرانان چارلی ویمرز نماینده پارلمان اروپا حضور داشت. او یک سال گذشته در پارلمان اروپا تلاش زیادی کرد تا پارلمان اروپا قطعنامه‌ای رو تصویب کرد و سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام کرد و از شورا و اتحادیه اروپا درخواست کرد که سپاه پاسداران رو در لیست این اتحادیه قرار بدن، اما تا به امروز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته. این همایش با همکاری حزب ایران نوین برگزار شد. اینجا حزب ایران نوین سندی رو ارائه داد و به صورت تصویری و نوشتاری از اقدامات سپاه پاسداران گفت. آقای حامد شیبانی راد، دبیر نخست حزب ایران نوین، جزو سخنرانان در این همایش بود که ایشون الان همراه ما هست. خب آقای شیبانی راد، از این همایش بگید و هدف اصلیتون و از سندی که اینجا در واقع رونمایی کردید از اون. یه مشکلی که برای تروریستی اعلام کردن سپاه در غرب وجود داره این که بین نمایندگان مجلس و دولت مردان اختلاف نظر هستش و همه هم بحثشون سعی این هستش که ما نمیتونیم یک نهاد نظامی یک کشور رو، یک دولت مشروع یک کشور رو نهاد تروریستی اعلام کنیم. هدف این سند که در دفتر مطالعات استراتژیک حزب نوین تهیه شده اینه که خود جمهوری اسلامی، خود قانون اساسی این اختیار رو به شما داده که این گونه فکر کنید. توی قانون اساسی جمهوری اسلامی بین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی تفاوت قائل هستش و ارتش رو به عنوان نیروی نظامی که بایستی از جمهوری اسلامی حفاظت بکنه و سپاه رو نیرویی که بایستی بر انقلاب اسلامی نه تنها حفاظت بکنه که اون گسترش به دنیا بده صحبت شده. به عنوان مثال در این سند به خود آرم سپاه اشاره شده که کره زمین وجود داره و هیچ نام نه از ایران و نه هیچ کشور دیگه وجود نداره و میخوان که اون امت اسلامی بسازن. در اصل این سند شروع کارزاری است بر علیه سپاه برای اینکه دولت مردان غربی بتونن نگاهی دیگه داشته باشن به سپاه، به مقوله سپاه، بتونن اختلاف بذارن بین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و راحت تر خواست مردم ایران رو و خواست بسیاری از خودشون رو که تروریستی اعلام کردن سپاه هست و راحت تر به اون سمت حرکت بکنن. اینجا در این سالن چارلی ویمرز نماینده پارلمان اروپا به این اشاره داشت که دیگه باید مماشات با جمهوری اسلامی و رژیمی که دیپلماسی گروگانگیری رو داره اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه پایان بدن. مهران عباسیان، پارلمان اروپا، بروکسل. منتظر دریافت پیام ها، نظرات و پیشنهادات شما هستیم. ممنون که تا پایان این بخش با ما بودید. با ایران اینترنشنال بمونید.